درود به دوستان گرامی، امید دارم خوب و تندرست باشید. یعقوب یسنا هستم، ارادتمند شما از این کانال به برنامه های اجتماعی، سیاسی و آموزشی میپردازم. در این برنامه درباره سخنان دکتر لطیف پدرام که طرح تجزیه افغانستان را در میان گذاشته پرداخته می شود. دکتر لطیف پدرام از امروز نه، سال هاست که به بحث فدرالی شدن نظام و خطر تجزیه افغانستان می پردازد. آنچه را که لطیف پدرام صحبت میکند و من هم چندین بار به این موضوع پرداختم و اکنونم که صحبت میکنم، از یک چشمانداز سیاسی میآید که این چشمانداز سیاسی امان چشمانداز سیاسی سازا هست که اساس گذاریان طایر بدخشی بود. طایر بدخشی ستم ملی را درک کرد و نظریه ستم ملی را مطرح کرد. 50 سال پیش، نیم قرن پیش، از سخنانش واضح این بود در صورتی که ستم ملی رفع نشود، افغانستان دچار جنگ و دچار تجزیه خواهد شد. این یک پیشبینی سیاسی بود که و اساس درک ستم ملی طایر بدخشی مطرح کرده بود و متاسفانه ستم ملی رفع نشد. با قضایای افغانستان دموکراتیک برخورد نشد، حکومتداری تغییر نکرد، اما حکومت ریاستی تقومی چی در دوره شاهی، چی در دوره جمهوریت داوود، چی در دوره جمهوری خلق دموکراتیک، چی در دوره اردو دوره طالبان و چی در دوره غنی و کرزی ادامه یافت. بناهن ستم ملی و معضل ملی هم گسترده شد تا که اینجا رسیدیم. این لطیف پدرام نیست که افغانستان را تجزیه میکنه. این برخورد قومی سران پشتون و شیوه حکومتداری تقومی هست که افغانستان را به تجزیه شدن رسانده است. بنابراین لطیف پدرام هشدار میدهد و خطر تجزیه را مطرح میکند و میگوید در صورتی که این ستم و سرکوب و اختناق وجود داشته باشد، افغانستان تجزیه میشود و زندگی در سرکوب، زندگی که حق شهروندی خود را نداشته باشی، حق سرزمین و محل زندگی و حق حیات خود را نداشته باشی، خود تجدید طلبی در این صورت یک امر اخلاقی و آزادی خواهی و عدالت طلبانه است که این را دکتر لطیف پدرام مطرح میکند. از این نظر کسانی که به بحث دکتر لطیف پدرام خوردگیری میکنند، در واقعیت امر از یک چشمندازی بدویت و عقب مانده به این بحث میپردازند. چرا؟ با این دلیل در دیدگاه مدرن یا عصر مدرن که از روشنگری آغاز میشه، بحث کردن در هر موردی درست است و حراس و ترسیدن از بحث و انتقاد نادرست است. ترسیدن و حراس داشتن از بحث درباره موضوعی دید فشار رنسانسی و غیر عقلانی و بدوی و عقب مانده است. این که کسانی که مخالف دیدگاه پدرام باشه مشکلی نداره، انتقاد داشته باشه، دلیل خود را بگوید. اما این که بگوید که بحث تجزیه بد است، زشت است
و امکان نداره، این دیدی بدوی است. خب من نخست به همان موضوعاتی را که دکتر لطیف پدرام مطرح میکنه بپردازم، یعنی عمده ترین موضوعاتش را بگویم و بعدم سخنان خود را به عرض شما میرسانم. و قصد من از این سخنان این است که به این موضوع بیشتر پرداخته شود. اهمیت دارد، اهمیت دارد و راگوشا هست. از این نظر من به سخنان دکتر پدرام پرداختم به دلیل این که بیشتر به این موضوع پرداخته شود، در حالی که سخنان ایشان در فیسبوکشان هست و یادداشتشان هم هست. دکتر لطیف پدرام میگه که تجزیه طلبی حق است و در جهان بسیاری اقوام، بسیاری افراد تجزیه طلبی کرده و استقلال گرفته و کشور خود را ساختند و نمونه میده و اشاره به قوانین بین المللی هم میکنه. و بحث دیگری را که مطرح میکنه این است که ما در یک جغرافیای تجزیه شده به سر میبریم. حقیقت است، از نظر اجتماعی ما تجزیه شده هستیم، از نظر قومی تجزیه شده هستیم، از نظر جنگ هایی که وجود داره تجزیه شده هستیم. چرا ما می جنگیم؟ چرا یک قوم میای بر اقوام دیگر ستم میکنه؟ چرا مثلا در پنشیر از پشتون پاکستان و از هر کجا میای اینجا لشکرکشی میکنه یا در جاهای دیگر؟ مگر این برای تصرف نیست و ما وحدت ملی نداریم؟ اینا همه حقیقت و مصداق این است که ما در جغرافیای تجزیه شده به سر میبریم. و جغرافیای سیاسی به این معنا نیست که شما یک سرزمین رو بگویید که این سرزمین قابل تجزیه نیست. زمین طبعاً کوسن قابل تجزیه نیست، ولی ما وقتی از تجزیه صحبت میکنیم یا از یک جغرافیای تجزیه شده که از نظر مناسبات اجتماعی، اخلاقی و وحدت ملی تجزیه شده است. و مورد سومی را که مطرح میکنه این است که افغانستان یک کشور جعل شده توسط انگلیس و روس است. این هم حقیقت داره. در تاریخ‌های زیادی، تاریخ تیتلر و دیگران به این امر با مصداق اشاره میکنه که افغانستان در بین انگلیس و روس ساخته شد و از یک اوزه بزرگتری، حالا ما ایران بزرگ میدانیم یا خراسان، این سرزمین تجزیه و ساخته شد و پیش از دوره عبدالرحمن یا حتی در دوره عبدالرحمن ما جغرافیای سیاسی به نام افغانستان نداریم. و بحث چهارم را هم که مطرح میکنه این است که کشورهای جهان همه یا اکثریتشان در نتیجه تجزیه به وجود آمده است. اشاره به پاکستان داره و اشاره به بنگلادش و کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها. ببینید حقیقت همین است، یعنی جهان معاصر جهان متکثر هست و بنابراین تجزیه طلبی حالا چی ستم وجود داشته باشه در یک کشور چی نداشته باشه، رفراندوم اتفاق میفته، گروه میگه که ما نمیخواییم دیگر و اینجا رأی مردم و خواستی همان جمع مهم هست. اگر همان کشور توانست آنها را با مدارا با خدمات قبولان که عضوی آن کشور باشه خوب، اگر نه مشکلی نداره. جدا میشه، شما در انگلستان ندیدید که اسکاتلند و اینا چند وقت پیش رفراندوم واقع شد، گروهی میخواستند جدا شوند. خب وقتی که ستم موجود است، وقتی که بر یک قوم تجاوز صورت میگیره، یک قوم بر قوم دیگر تجاوز میکنه، میکشه، هر کار رو میکنه، خود دیگه چی معنی داره که در این تجاوز و سرکوب باشیم و تجزیه را نخواهیم؟ در این صورت تجزیه نخواستن و استقلال نخواستن، آزادی نخواستن هم غیر اخلاقی است، هم غیر مذهبی است و هم انسانی نیست. خب این مواردی بود که دکتر پدرام مطرح کرد و در فیسبوکش میتونید ببینید. اما عرض من چیست؟ عرض من این است که
آیا با سرکوب ممکن هست که ما به وعدت برسیم؟ اگر می رسیدیم از دوره داوود، از دوره خلق و پرچم، از دوره عبدالرحمن به وعدت می رسیدیم. حقیقت این است که ما با سرکوب و با یک حکومت ریاستی که تک قومی هست به وعدت نمی رسیم. و معمولا از این حکومت چی شده؟ سوی استفاده قومی شده و ستم ملی همچنان ادامه پیدا کرده و وجود داشته. اگر با سرکوب و ستم می شود و اگر با رفتار غیر دموکراتیک و خشونت می شود، پس ما چرا این همه سال می جنگیم؟ بیشتر از نیم قرن شده، حالا اگر دوره عبدالرحمن و اینا رو در نظر نگیریم، حداقل نیم قرن است که می کشیم و می داریم و جنگ می کنیم. داوود توسطی که کشته شد، حکومت خلق و پرچم چگونه از میان رفت و درگیری های طالبان و درگیری های امروز همه برای چیست؟ برای این است که ما رفتار غیر دموکراتیک نداریم، رفتار غیر دموکراتیک داریم، بدوی هستیم و یک سران یک قومی در هر صورتی گای با یک ادعا، گای هم با اسلام، با قوم، اسلامیت و افغانیت میاید، دیگران را میکشند، میدارند، تجاوز میکنند و میگهد که ما وحدت ملی را حفظ میکنیم، ما کشور را حفظ میکنیم. یعنی چی؟ در این صورت با هیچ گونه سرکوبی به نتیجه نمیرسیم و هر لحظه این که تجزیه خود به خود کشور تجزیه شود و یا این که مردم بخواهند تجزیه را بخواهند وجود دارد. و امروز اگر شما رسانه های اجتماعی را بررسی کنین، ده ها و صد ها افراد می نویسند که از هر چی کرده تجزیه بهتر است. بناهن نمی تواند این گروه سرکوبگر و ستمگر با سرکوب و ستم تا آخر پیش بروند. از این نظر اگر ما بخواهیم که از خطر تجزیه جلوگیری شود، چی کار می توانیم انجام بدیم؟ حالا ببینید وقتی که ما می توانیم از خطر تجزیه جلوگیری بکنیم، خب معلوم است، هم به این دکتر پدرام اشاره میکنه و هم در چشمانداز سیاسی سازا این مشخص شده و بارها تکرار شده در ادبیات سیاسی ما که توافق برای تغییر شیوه حکومت داری و یک حکومتی که حکومتداری که طبق واقعیت های اجتماعی و فرهنگی و قومی افغانستان باشه، که این حکومت مشخصا فدرال هست. چرا؟ به دلیل اینکه حکومت ریاستی تا قومی سال هاست مطرح است، اما نتیجه نمیگیریم و هر چند سال بعد این نظام سیاسی هزم میپاشد. پس تنها حکومتداری که تجربه نشده فدرال است و امین حکومتداری فدرال در پاکستان هم کار داد. پشتونهای پاکستان و پنجابیهای پاکستان در اندازه با هم درگیر جنگ قومی بودن که پاکستان باید تجزیه میشد. حکومت پاکستان تغییر شیوه حکومت داد، حکومت را فدرالی کرد، پشتونها فدرال خود را داره، پنجابیها و پاکستان از تجزیه دقل برای مدت جلوگیری شد. از این نظر ما هم اگر بخواهیم که افغانستان را این رفتارهای خشونت برانگیز سران قوم پشتون ما و رهبری طالبان تجزیه نکند، خب تغییر شیوه حکومتداری است. و مورد دیگر به رسمیت شناسی تفاوت‌های فرهنگی قومی و مذهبی است که متاسفانه حکومت تک قومی می آید هویت یک قوم را بر عمه تعمیم می دهد که ما افغان هستیم. مردم افغان نمی خواهند،
تاجیک افغان نیست، هزاره ازبک افغان نیست، بیاد افغان نیست. و اینا این هویت قومی را قبول نداره. بنابراین این هویت به رفراندوم گذاشته شود. اگر مردم قبول کرد مشکل نداره. مردم وقتی بخواهد که نامشان سنگ باشه، چوب باشه، مشکلی نداره اگر راضی باشه. همینطور افغان هم اگر قبول کنه مشکل نداره. ولی با زور که نمی شود. و زبان یک زبانی که پشتو از سالها صد سال میشه میخوان بیارن ملی بسازند، اما ملی نمیشه. ازبک این زبان را یاد نمیگیره، خود پشتونا یاد نمیگیره، چون یک زبانی محلی و قومی است، پیشینه نداره. برای میار شدن یک زبان، ملی شدن یک زبان، یک تاریخی لازم هست که یک کتابی حداقل هزار ساله داشته باشه و علم و ادبیات جام ده او ترجمه شده باشه یا تألیف شده باشه و زبان بین‌قومی باشه تا برسه به ملی شده. این تفاوت‌های زبانی رو باید درک بکنن، زبان ازبکی رسمیت پیدا بکنن، تفاوت‌های قومی، اینا همه باید به رسمیت شناخته شود اگر بخوایم تجزیه نشه. و مهمتر از همه برای حکومت داری دیگر این معیار نباشه که مثلا طرف پشتون باشه یا طرف سنی باشه یا گروهی بیایه که ما اسلام هستیم، مثل طالبان که از هیچ روش دموکراتیک پیروی نمیکنه، میگه که ما اسلام آوردیم، دیگه کسی حرفی سخنی گفتن نمیتونه و هر کسی سخنی بگوید باغی هست و بغاوتگر هست. امروز پنشیری رو به نام بغاوتگر میکشه، ازاره رو در بلخاب به نام بغاوتگر میکشه، بغلانی رو در خوست و فرین به نام بغاوتگر میکشه، تخاری رو در تخار و طالقان به نام بغاوتگر میکشه و برچسب کفر میزنه بر این افراد. همه مسلمان هستند. این شیوه غیر دموکراتیک نتیجه نمیده. این برخورد است که افغانستان را تجزیه میکنه. بجای این که بیاید بگوید که لطیف پدرام تجزیه طلبی را مطرح نکنه، بیاید که چی عامل و عواملی است که افغانستان را تجزیه میکنه و ما چگونه میتوانیم از تجزیه جلوگیری کنیم. بنابراین این روش های غیر دموکراتیک برای تصرف قدرت وجود نداشته باشه، انتخابات برگزار شود، تفکیک قوا باشه، شفافیت باشه، نهادهای انتخابی باشه و هر کسی، یک خواهری هندوی ما، یک خواهری پشتون ما، تاجیک، هزاره، یک زن، حالا من بهتر است از این ادبیات استفاده نکنم، یک خانم هزار قومی یا یک مرد طبق اصول دموکراتیک، شرایط دموکراتیک و روش های دموکراتیک اگر رئیس جمهور شد، باعث افتخار است. پشتون باشه یا ازبک باشه یا تاجیک یا هزاره یا سیک یا بلوچ. اما این که بیاییم بگویم که این قوم پشتون هست و در هر صورتی باید حکومت را در اختیار داشته باشه، دست به اشغال بزنه، دست به تصرف بزنه، دست به خشونت بزنه، امکان نداره. سرکوب ممکن نیست که ما را به وعدت برسانه، ممکن نیست که افغانستان را جلوی تجزیه افغانستان را بگیره. و اگر بخوایم که از تجزیه جلوگیری شود، بایستی انتخاب روش های دموکراتیک و تغییر شیوه حکومتداری به فدرال است. با درود و مهر.